به نستعین. انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت بعد از آن که بحث توحید رو فرمودن، سخنشون رو اینجوری شروع میکنن که اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی البسکم الریاش و اسبغ علیکم المعاش. فرمان که ای بنده های خدا، حالا که توحید رو شناختی و در واقع خدا رو شناختی، حالا باید رابطه دون رو با این خدا به نحوی تصحیح کنی. مسلم است که انسان تا خدا رو نشناسد و چگونه میخواد ارتباط با این خدا برقرار کند و نیایش کند و زندگی کنه با این خدا. ولی خب خدا، خدا واقعیتی است که انسان در رابطه با او حیات خودش را میتونه به ثمر برسونه. خب حالا چطوری با این خدا باید ارتباط پیدا کرد؟ حالا که رسیدیم که همه اوست و نحوه بودنش هم بودن خاص است، مثل بقیه چیزا نیست، و رسیدیم هم به این که مسلم هرچه بخوایم به دست بیاریم فقط با ارتباط صحیح با خدا به دست میاد، و حضرت هم کمکمون کردن که اول معرفت و بعد زندگی و نیایش. حالا می فرمان که ای انسانها، اوصیکم عباد الله به تقوی الله، توصیه می کنم شما رو به تقوای الهی، که انشاءالله بحث خواهد شد. بعد میفرماند که یه چیزی که نمیذاره که تو ارتباط دا با خدا یگانه کنی، یعنی یه چیزیه که این وسط، حالا که میرسی به این که باید با خدا یگانه بشی، نمیذاره، و اون دغدغه زندگیست. میفرماند که اینو که خدا حل کرده است، چرا نمیبینی؟ عباد الله، وقتی میفرمان اوصیکم عباد الله به تقوی الله، بعد خودشون شرح میدن الذی البسکم الریاش و اسبغ علیکم المعاش، که اولا یک پوشش پذیرفتنی مورد پسند برای تو تدوین کرده است. البسکم الریاش، ریاش همین مرغ و پرنده ها، دیدن این پراشون یه جوری خیلی قشنگ و لطیفی رو بدنشون میشینه، این نوع پوشش ها میگن ریاش، نه یه پوشش خشن نپذیرفتنه. میگه تو ببین، خدا یه کاری نکرده است که تو خیلی گرفتار پوشش بشی، نه، تو را یه جوری خلق کرده است که به ساده ترین شکل پوشش پیدا میکنی، و جهانم طوری خلق کرده است که به راحت ترین شکل پوشش تو را بهت میده. یک، و اسبغ علیکم المعاش. این اسبغ هم لغت عجیبیه، یعنی ریزش آرام گوارا. میگه که زندگی دا اینجوری ریخته است، مثل یه چشمه ساری که خیلی آرام و گوارا آب میریزه که انسانها استفاده کنن. میگه زندگی تو را اینجوری برا تدوین کرده است و سرازیر کرده است به سوی تو. خب
میفرماد که پس این دوتا رو نگاه کن. البته تو اینا خوب آدم باید بشینه بحث کنه. امیرالمومنین میخواد بفرماد که خداوند اون زندگی که برای صعود عبادت باشد رو برای تو تنظیم کرده است. اگه تو هدف رو گم کنی، زندگی دروغی برای خودت انتخاب میکنی و خدا چنین زندگی برای بشر به طور لطیف و گوارو فراهم نکرده. لذا این انسان باید خیلی صدمه بخوره برای این زندگی. خوب التفات بفرما. ما یه خورده اینا توضیح بدیم، چون این سوال برای آدم پیش میاد که یا علی شما میفرمایید که خدا یه زندگی گوارایی و ریخته است و بالاخره فوران داده است به ما، پس چرا زندگی ها گاهی اینقدر راحت نیست؟ مسلم امیرالمومنین برای این جواب ما را احاله میداد به قسمت اول فرمایششون که مال اینه که شما تقوا رو محور نمیگیری و اگر محور بگیری زندگی برای ایجاد تقوا انتخاب خواهی کرد. اون زندگی که برای بستر تقوا باشد رو ما ریختیم، بخشیدیم، فوران دادیم، اصلا تو رو گرفتارش نکردیم. مشکل تو اینه که محور و مقصد خودت رو ای بشر تقوا نگرفتی. خب حالا سرگردان زندگی میشی، حالا میخوای یه زندگی بسازی که هوست راضی بشه. این زندگی را ما نبخشیدیم به تو. تو اگه میخوای چنین زندگی رو فراهم کنی، خودت باید دنبالش بدوی. و بعد در حدیث قدسی میفرماد که من تعجبم از بنده هایم که چیزی را که من خلق نکردم، اصلا من تو دنیا خلق نکردم چنین چیزی را، بنده های من دارن در به در دنبالش میگردن پیداش کنن. در حدیث قدسی داریم که اصلا من یه زندگی با رفاه مترفینوار، یعنی رفاه عیاشوار، اصلا من خلق نکردم. عیاشا که دنبالش میدوند روسیاهی عیاشی فقط رو پیشونیشون میموند، ولی اون چه که میخوان که گیر نمیارن. اینجا پس این سوال جواب داده میشه که بله، امیرالمومنین میفرمان که خداوند برای شما زندگی رو درازیر کرده است که گرفتارش نشی. اون زندگی است که شما مقصدتون رو درش گم نکردین و اون تقواست. نتیجه ای که حالا تا حالا بگیریم، پس معلوم شد که این خدا برا ما پوشش و زندگی رو تنظیم فرموده است که من و شما دغدغه زندگی همه زندگیمونو پر نکند و از اون مقصد اصلی که متقی شدن از زیر این آسمان باز بمونی. یک نکته دوم که در واقع اصل بحث هست اینه که این توصیه امیرالمومنین یعنی چه. با این مقدمات طولانی که حضرت در این خطبه می فرمان، حالا چرا یه مرتبه حالا اومدن نتیجه گیری همه این حرفا، این توحید را با این وسعت مطرح کردن که شما دیدین تمام زاویه حضور حق رو به نحوه های خاصی که باید ما متوجه باشیم رو تبیین فرمودن. حالا می فرمان که اوصی کم عباد الله به تقوی الله، اینو ربطش باید شدیدن بدیم. این جمله امیرالمومنین یه فرهنگ است. گاهی ما اینقدر تکرار میکنیم یه نکته را که اصلا متوجه نمیشیم که این نکته چی داره تو دلش. تکرار یه مسئله گاهی از اصالت میندازه اون مسئله را.
برای همین میگن برگردید به اصلش. ببینید این خاصگاه، این اصطلاح کجاست؟ این روزمرگی ها اینا ساقطش کرده است. مثل خود صلات، شما الان صلات که تکرار ذهن ماست، اومد به یه عمل خاصی که انجام میدیم ذهنمون متوجه میشه، درست هم هست. اما چرا به این عمل خاص گفتن صلات؟ برای اینکه صلات یعنی یک، یعنی نیایش، یعنی این عمل چون بهترین شکل نیایش بود، لغت نیایش را اصلا منحصر کردن برای این. تو بقیه جام همینطور، مثلا میگن آقا یه کسی که خیلی میخواد رعایتش بکنید، حریم براش وابندازید، حریمش رو حفظ کنید، یعنی به اون چیزایی که این رازی نیست نزدیک بشیم، نزدیک نشیم. خب بعد میگن حالا احترامش بذارید، احترامش بذارید یعنی اون حریم رو وابندازید براش. حالا گاهی ما یارو هرچی دلش میخواد ما یه کاری نکنیم، ما به اسم احترام براش انجام میدیم. یعنی گاهی ریشه لغت که پیدا کنیم، میبینیم ریشه لغت خیلی زاویای خوبی را باز کرده تو دل زمانه. این لغت از حقیقتش ممکنه بیفته. اینجا خیلی جا خوبی است که ما تقوا را معنا کنیم، چون ربطش به مسائل قبل خیلی کمک میکنه. تقوا یعنی حالا که تو متوجه شدی همه کاره به تمام معنا به نحو اعلا همه جانبه با صفای محض، حضور محض، حکمت محض، تصرف محض خداست، حالا جای این خدا رو در جانت پیدا کن. خب این مقدمه رو داشته باشین تا لوازمش روشن بشه. ممکنه شما بفرمان این که کار حرف خوبی هم است که آقا تقوا یعنی مواظب گناه باشین که گناه نکنین. نه، این لازمه تقواست، خود تقوا این نیست. تقوا یعنی نه از چیزی جا خدا رو بگیرید، وقایه سپر، یعنی یه سپر ایجاد کن کسی نیاد. خدا که هست همه جا، مواظب باشید چیزی نیاد جا خدا رو بگیره در زندگی، در قلب، در اراده، در اخلاق، در عمل. خب اینه که معنا کردن توجه به حضور حق. ببینید خیلی دقیق است، یعنی وقتی که ما رسیدیم به این که خدا به تمام معنا که عرض شد در قبل خدا حاضر است، خب نگذاریم چیزی جا خدا رو بگیره. اولین چیزی که جا خدا رو میگه میل خودمونه. میگه نه جایی ندارد میل تو در نظام هستی، نه از جا خدا رو بگیره. حالا که بگیره چی میشه؟ به جنگ خدا رفتی. به جنگ خدا رفتی چی میشه؟ آخر این فراز میگه لهد میکنه. بعدن مفصل بحث میکنه. حضرت میفرماد که میخوام این آخر این فراز، این خطبه سه فراز داره، چهار فراز. یه فرازش رو بحث کردیم که توحید بود، یه فرازش بحث تقواست، یه فرازش بحث وجود مقدس حضرت امام زمان رو بحث میکنن، باز یه فرازش یه بحث اخلاقی میکنن. ما تو فراز دوم خیلی کار داریم. آخر فراز دوم حضرت یه مرتبه میفرمان عین الامالقه ابن و ابناء الامالقه کو گردن کشا. خب اون روایت داریم که خداوند میفرماد به عزت و جلالم قسم اگر کبر ورزیدی لهد میکنم، چون به جنگ من اومدی. ببینید دوباره از اول، وقتی تمام نظام هستی رو حق به تمام معنی اشغال کرده است و خدایی که امیرالمومنین میفرماد، نه خدایی که ذهن ما ساخته است و ذهن ما مفهوما میفهمد، نه این خدا، این خدا با این همه هیبت و حضور و صفا، حالا جایی میماند که تو هم وسط باشی؟ خب نمیمونه.
خب حالا میخواییم وسط نباشیم؟ میگن تقوا پیشه کن. تقوا پیشه کن یعنی چه؟ یعنی این حضور حق را مراقبه کن. همه اینا تو تعریف های تقوا هستا، این اصطلاحی که آخر به کار بردم التفات فرمودید حضور جامع حق رو در جان خودت مراقبه کن. میفرمان تعبیرای خوب باز استادا، کشی که نفس بکش، کشی که نفس بکش همین تعبیره، یعنی مواظب باش چیزی جز حق نباید حاضر بشید. خب ممکنه بفرمایید که این کار برنامه میخواد، اتفاقا امیرالمومنین هم همینا، شما بپذیرید جایگاه تقوا را اونجور که امیرالمومنین در اصطلاح فرمایشاتشون هست. سخت در این قسمت ما مبانی تصوری و تصدیقی تقوا است، یعنی مثل بقیه جان ما واقعا نمیدونیم که جایگاه تقوا کجاست، یک بعدم نمیدونیم چطوری عمل میشه، چون نمیدونیم. جمله رو تکرار میکنیم، فوقش میگم تقوا یعنی دروغ نگو. خب دروغ که نگفتم که میگم تقوا یعنی دروغ نگو، ولی این نمیذاره ما وارد عالم تقوا بشیم. فوقش یه سجیه خوبی است، یه صفت خوبی است که آدم دروغ نباید بگه. اما این که میبینین انسانها از طریق این جملات شأنیتشون عوض میشده، ساحتشون عوض میشده. خب اونا که ساحتشون عوض شده که نمیان به من و شما بگن، فوقش میگن ای کاش که میشد که اینا هم این راه رو بیاد. اونا زبانشون با ما دوتاست. امیرالمومنین است که صاحب سخنی است که میتونه این سخن را طوری ارائه بده که اگه درست ما واردش بشیم به اون شأن و ساحت برسیم. اون ساحتی که امیرالمومنین پیشنهاد میکنه که دیگه این دردقه ها نیست که حالا دروغ نگون، نمیدونم نگاه به نامحرم نکنیم، جون بکنیم که این کارا رو نکنیم. بزرگان خب چیکار کنن؟ این مثال میزنن، این مثال را ما هم زیاد از قول اونا میزنیم، میترسیم گاهی عزیزانا کسل کنه، ولی مطمئن باشین هنوز یک بیزبانی وسط هست. یعنی همزبانی با امیرالمومنین اول مشکل است. تا این حل نشد، همزبان نشیم، نمیتونیم اون چیزی که ایشون به ما پیشنهاد میکنه ده بگیریم. اون داستان مشهور مولوی که میفرماد اون ناقه، اون شتر و لیلا و مجنون، اینها بالاخره با هم به ظاهر کنار اومده بودن، فکر میکردن. بالاخره مجنون شتر رو سوار شد به طرف لیلا. خب اولا باید تمام فکر و ذکرش لیلا باشه یا نباشه؟ اگه نباشه که دروغ میگه. اگه فکر تمام شخصیتش لیلا جذب نکرده باشه که نمیتونه عاشق باشه. پس باید تمام جذبیت لیلا شخصیتش اشغال کرده باشه. خب کرده بودن مجنون. چون مجنون لیلا اصطلاح عرفا خیلی خوب است که بدونین اصطلاح. اصطلاح تماما یعنی جذبات حق و دل صاحب جذبات حق. اصلا این حرفا نیست، خودشون هم به زبان خودشون میگه. خب حالا این جذبه حق اینا بردستش از عالم ناقه بیرون. ناقه هم متوجه شد، یعنی شتره متوجه شد که این از عالم فشار به شتره یالا دنبال من بیا و اینا بیرون است. یواش یواش سر شتره را سرش کج کرد به طرف طویله. خب برای این که کره شتره تو طویله بود. لیلا یه مرتبه به خودش اومد. خیلی عجیبه، دیدیم میرین تو سجده نماز اینن همین قصه هست دیگه. میری تو سجده میگه انگار خوبه بمونم، حالا حالا میگه نه بلند شو. نظام عالم با نظام شما آدم میگه، دیدیم مثلا آدم میره تو حال جذبه معنوی یه مرتبه خدا میکشیدش بیرون. اینه نماز زنم. بعضی ها من قول بهتون میدم اگر خدا دستور نمیداد که سجده دو رکعت است، با یه رکعت دیگه نمیتونستن سجده دو تا است، نمیتونست دومیشو انجام بده، نمیتونست بلند شه. بهش گفتن باید بلند شی سلام بدی، نمیدونم دوباره نماز رکعت بعدی. این بیرون رفتن و تو اومدن ها قصه زندگی انسان است که در حالت جذبه است. مجنون اومد به خودش دید دم طویله است، این همه راه رفته بود تو صحرا. قصه شونه دقت کنی، دوباره شروع کرد شتره رو راه انداختن به طرف خانه لیلا. بالاخره اون شهر باشه، اگه تو این شهر لیلا باشد که یکی باید یه ساحت دیگه باشه، جذبه باید از مقام بالاتر باشه، باید تو اون جذبه
تو سیر کنی، اگه جذبه نیست که سیر نیست، اگه سیر است که تو این محل نمیتونه باشه، باید تو وطن دیگه باشه، تو باید وطن رو عوض کنی، هجرت کنی. بالاخره دوباره شروع کرد دشت دنیا رو پشت سر گذاشت و رفت بالاخره رفت تو جذبه، باید میرفت. دوباره شطوره دید که این با فهمید که در زیر فرمان مجنون نیست، یعنی فهمید که جذبه مجنون خارج از فرمان حکومت بر شطور است. دوباره سرش کچ کچ، چون کره شطور جای دیگه بود. خیلی گاهی مثلا شما تعجب میکنید که یهو مولوی میگه این قضیه 30 سال طول کشید. خب اون اتفاقا میخوام میگه قصر تو جره، تو قصر اگه بمونی هیچ وقت نمیشه دادم 30 سال سوار شطور بشه، هی بره بعد بیاد دوباره بره. ببینید از همینجا میفهمیم که این اصلا تو این قصه نیست، این قصه یه قصه دیگه است. اینا رو من عمدن اینجوری دارم تاکید میکنم که عموما وقتی ما مولوی که جذبه مولوی کجا، خودش میگه که حیدر وقتی که در معراج کنار پیامبر نشسته بود دستشو گرد دست منو گرفت، یعنی میگه صاحب همه این عوالم غیبی معنوی حیدر است. حالا شما حساب کنید وقتی برای فهمیدن شخصی مثل مولوی چقدر باید انتقال پیدا کنیم از ظاهر به باطن، و وقت انتظار داریم از صاحب این مقامات یعنی امیرالمومنین راحت حرف بشنویم. مگه میشه؟ مگه اینا اصلا زبانی که بشه راحت همه حرفا رو بزنن دارن؟ مگه اصلا زبان ظرفیت اینا داره که اینا داشته باشن؟ قهرمان همه هستی، صاحب هستی خداست و زبان خدا. ببینید چقدر احتیاج به این داره که سیر کنیم تو اون زبان. خب بالاخره مولوی میگه که مجنون دید که میدونی یا نه این 30 ساله دیگه بسه، 30 سال عمر من این ناقه از بین برده. بعد جنبندیش نیست که هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا، میفرماد که جان من، دل من جلوی من است، دل این شطور پشت من است، ما دوتا با هم کنار نمیان، به من میام پایین، این بره پکارش منم برم پکارم. اینا میگه چی؟ یعنی چه؟ یعنی ما باید این تضاد خودمون رو با اون چیزایی که نمیذارن سیر بکنیم و بشناسیم، وگرنه نمیتونیم، وگرنه دائم بدن میخوا بره زمین، روح میخوا بره بالا، حواست جمع میشه میبینی رو زمینی. امروز یه عزیزی تلفن میکردن گریه هم میکردن که میگودن اگه مشکل حل نمیشه، ارسل هم شما تکلیف دونا با مشکل حل کردی، منظور همین مشکلات سلوکی بود، حل نمیشه. آخه ما که بالاخره نیومدیم که تکلیفمونه با این شطور بدن تعیین کنیم، ما جا اینا مشخص نمی کنیم. بعضا تقوا یعنی اون شعور جمع‌بندی که انسان تکلیف خودش رو تعیین کرده است، که آقا تمام شراشر وجود رو مگه خدا اشغال نکرده است؟ پس چه جایی برای غیر خدا؟ ممکنه بگن این تو عمل سخت است، طوری وقتی آدم تونست خودش رو تو این ساحت وارد کنه از نظر تئوری دیگه عملاش جاش مشخصه، آنی میبینه این مسئله روحش رو خراب میکنه، این مسئله حالش رو میگیره، این مسئله میدان حضور خدا رو تنگ میکنه، این مسئله میدان حضور خدا رو زیاد میکنه، دیگه میفهمه که حالا که میشینه کمک به مردم میکنه، گاهی آدم باید بشینه مثلا هم تو طرف اختلاط کنه دلش خالیشه. بعد این میفهمه گوش دادن به درد و دل مردم جاش کجاست؟ جاش اینه که آروم آروم جای خدا رو در قلبش باز کنید. این میفهمه که گیر کجاست و راهش کجاست. یه وقت از یه انسان عاطفی میبینه یکی میاد درش گریه میکنه دلش میسوزه، خب میشه حرفش گوش میده. این که از این گوش دادن تقوا پیدا نکرد، چون اصلا نمیدونه تقوا چی هست که دنبالش باشه. اینا رو ازش میذاره تقوا. مسلم آدم متقی این کارا میکنه و چیزم گیر میاره، اما این طرف دلش سوخت، مثل اینکه شما یه آتش بذارن کف دستتو، خب میندازین دیگه، چطوری میندازین؟ خب دستتو کج میکنین. این یارو دلش سوخت، خب میشنه حرفای آدمو گوش میده دیگه دلش نمیسوزه، اوکی جوابش هم گیره. یه وقتیه یه کسی یه مسئله دارد، حضور دائمی حق در جان،
این تمام برنامه را برای اینکه این حضور رو تثبیت کند، نهادینه کند، مقام انس رو واقع بشه، درش برنامه ریزی میکنه. حالا مثال میزنی چون همجا که نشستی دقیقا دو جور اینجا میشه، چند جور. یه جورش خیلی فایده داره که من امید دارم که یه در جلسه سخن اهل البیت شرکت کنم، آرام آرام اون حضور حق رو در جانم تثبیت و دائمی کنم، شروع و تثبیت کنم. یعنی هی باید بگردیم این جمله امیرالمومنین موانعش رو از بین ببریم. دوباره از اول، حضرت حق به ذاتهی همه جاست، به اون نحوه که بحث، اما این که در قلب ما حضور پیدا کند این برنامه میخواد. حضرت میفرمان اوصیکم عباد الله به تقوی الله، ای بنده های من به شما توصیه میکنم که این تقوای الهی، این حضور حق را در جان خودتون و بیرون کردن غیر حق رو برنامه ریزی کنید. بعد میفرمان که خب دغدغت مگه جز این است که دل واپس لباس و زندگی دی؟ اینا را همون حل کرده، حیفه که از دریا بترسی که یهو آب ازت میگیره. خودش داد، ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد، آب دیدی کوز اندر جوی ریز. آخه این آبا را، آبا کوزه را خود جوی به تو داده است. آب دیدی کوز اندر جوی ریز، آب کو آب را از بحر کی باشد گریز. اصلا عکسشه، شما خود خدا این زندگی را بهتون داد، حالا گرفتار زندگی شدیم، از خدا غافل شدیم. بعد حضرت یه مثال خیلی زنده عالی میزنه، یعنی خیلی همه این بحث در رابطه با تقواست. حضرت میفرمان که مختصرا عرض کنم، میفرمان خب تو ببین چی نمیذاره که حضور حق در زندگیت شدید بشه. هر چی میخوای حساب کن، نهایتاً میشی جناب حضرت سلیمان. حضرت سلیمان چند تا شاخصه داره دیگه، یک، هر چی بخواد دارد، ها؟ با اراده حضرت باد حرکت میکنه. قصر بلقیس یکی از نوکران حضرت قبل از چشم به هم زدن آورده است از یمن اورشلیم. خیلی وضعش خوب بود، پیامبره. بعد تازه میفرماد نه از این پیامبرای ساده، پیامبری که سطحش هم بالاست. خب ما یه سری پیامبر داریم، پیامبره تبلیغی، یه سری پیامبر مثلا حضرت یونس هم داریم، پیامبران معصوم هم هستن، ولی به خود پیامبر رو خدا بهشون میفرماد فلا تکن که صاحب هود، تو نمیخواد مثل حضرت یونس بشی. اینجا می فرماد که نه، من نبوته و عظیم زلفه، یه نبوتی که یه قرب خیلی بزرگی هم توی این نبوت بوده است. من می فرماد خب این حوزه حیاتش چقدر بود؟ یک منحنی. بعدش چی شد؟ هیچ. می فرماد میدان حیات هرچه هم مهم باشه، مهمتر از میدان حیات سلیمان علیه السلام نمیشه. خیلی مثال عالی زده. ببینید یعنی میگه تو حالا کی؟ از نظر مذهبی بودن که به پا سلیمان نمیرسی، از نظر امکاناتم نمیرسی، این سیکلش که تموم شد که چی؟ پس افق زندگی رو یه افقی نکن که دنیا برای شما مقصد بشه، حتی دنیایی که سلیمان میخواست. سلیمان دنیا نمیخواست، دنیا رو خدا بشتاد، که ما در سوره صاد بحث کردیم و متعقدم هستیم که تو ظلم به حضرت سلیمان شده. درست آیاتی که راجع به حضرت سلیمان است مردم نمیدونن، چون فکر بنی اسرائیل تو جامعه زیاد است و اون عظمت سلیمان بزرگ
در ذهن نیست که اونا انشالله خدا دو مطالعه بفرد. خب ما این قسمت جملات حضرت باید بخونیم تا اون نتیجه گیری که خود حضرت امید دارن بر که نصیبم بشه. بعد می فرمان که حالا که مشخص شد فقط تقوا و لباس و زندگی هم خود خدا بر تو ریخته است و ارزانی کرده است، ولا ان احدا یجد الى البقاء سلما، اگر یکی از بشریت یک وسیله نردبانی برای ماندن براش باشه، آل دفع الموت سبیلا، یا راهی برای اینکه ما مرگ رو رها دفع کنه راهی باشه، لکان ذالک سلیمان ابن داوود سلام علیه السلام. این باید برای حضرت سلیمان می بود. چرا؟ الذی سخر له ملک الجن والانس، برای اینکه این هم حاکمیت بر جن خدا بهش داده بود، هم حاکمیت بر انس را، مع نبوت و عظیم زلفه، با یه نبوت یعنی ارتباط با خدا و یک قرب بزرگ. اما چی؟ فلمت تفا تومته و استکمل مدته رمته قصی الفنا به نبا للمات، خدا تیر مرگش را در چله گذاشت و زد به حضرت سلیمان که وقتی که غذایی که باید میخورد خورد و وقتی مدتی که باید میمان ماند. بعد چی شد؟ و اصبحت دیار منها خالیا، دیگه شهر از ایشون خالی شد، دیگه این نبودش، همه این دم و دستگاه موند. و المساکن معطله، دیگه خونه ها مسکن ایشون هم خالی شد. و ورثه ها قامون آخرون، یه دیگه اومدن جاش نشستن. و اینه لکم فی القرون سابقه لعبره، یعنی برای شما آدم ها یک اصل اصیل هست و اون این که حیات ملت های گذشته یک شعور عبره. میدونی یعنی چه؟ یعنی یه سیر به واقعیات اصیل عالم را میگن عبره، یه باید عبرت بگیره. ما نظرمون است که از این مسئله اصلا زود نگذریم، چون من میترسم که به جای این که سخن امیرالمومنین برای ما عزم بیاره، یه خبر باشه. عرض کردم در اون جلسه دیگه، عزم میدونید یعنی چه؟ عزم یعنی اون اراده ای که تعیین زندگی بشه باش بکنی. تو قرآن داریم اولی العزم، به پیغمبر میگه که وصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، پیغمبر مثل اولو العزم باش. یعنی چی؟ مثالی که میزنن قشنگی، یه وقت شما میخوام بریم یعنی یک کیلو سیب زمینی بخریم، خیلی فکر میکنید و تصمیم میگیرید، تصمیم نمیخواد دیگه بریم یک کیلو سیب زمینی بخریم. اما یه وقت میخواین مثلا به عنوان دانشجو تعیین رشته بکنید، اینجا باید تصمیم جدی بگیرید. نمیگن عزم، عزم یعنی اون همتی که جامعیت داره. بر همینم گاهی زندگی ها پر عزم است، گاهی زندگی های بعضی ها اصلا عزم نداره. پیغمبران همیشه زندگی هاشون پر عزم بوده، همیشه زندگی هاشون را کارهای بزرگ اشغال می کرده است. بعضی ها واقعا ارزه ندارن یه عزم هم بکنه، همیشه باد میبردشون و باد میاردشون، یه حوض. خطری که ما را تهدید میکنه همینه که اصلا زندگی را طوری بشناسیم که اصلا حالش ندهیم. بابا عزم کنیم، گاهی کارا فقط با عزم حل میشه. همه زندگی که سیب زمینی خریدن نیست، بعض قسمت های زندگی سیب زمینی خریدنه، ولی بعضی همه زندگی را در حد سیب زمینی خریدن میگه اصلا حالش نداره یه تجدید نظر اصیل عمیق تو زندگیش بکنه. به پیغمبر خدا میگه بعضی بنده های من اولو العزم هم. اولو العزم یعنی چه؟ یعنی همواره تصمیم های بزرگ میگرفتن، یعنی تو هر صحنه اون افق های بلند حیاتشون رو مد نظر میگرفتن.
من میخوام بگم امیرالمومنین تو این جمله ای که اینجا میفرماد ما را دعوت به عزم میکنه. اصلا نهج البلاغه یعنی نمایش زندگی که پر از عزم است. خود حضرت در نظر بگیرید، ببین همیشه کجا رو نگاه میکردن. بر همین هم شما دیدین، حالا داستان عجیبی است، منم نمیخوام واردش بشم. چی شد که حضرت آدم گرفتار برگای بهش شد؟ آدم یعنی من و شما دیگه. آقا عزم بزرگی رو خدا بهش گفت، گفت بابا به این درخت نزدیک نشد تا در بهش بمانی. آقا نزدیک شد، یوهو این عزم بزرگ نکرد، نتیجه چی شد؟ حالا باید هی برگ جمع کنه به خودش بگیره. از خود نمیپرسیم چرا قبلا گرفتار این نبود؟ سری تو این کار است. چرا قبلا تو گرفتار این نبود؟ بکر اصلا توی یه جا دیگه زندگی میکرد. بعضی ها دیگه نستم آقا این تخته اینجا باشه بهتره، این دکور اینجور باشه بهتره، این کفشامون این رنگ باشه بهتره. این بیچاره برای اینکه از بلد نیست خدا گرفتار اینش کرده است. این از بدبختی بشریست که همه کوچکترین کارها شده از مسئلهش، هی میخواد زندگیشو وصلفینه کنه. اگه کسی عزم کرد، عزمش که بزرگ شد، میگه خدا اگر هم بناس ما قصر بلقیس بیاریم، نمیریم نمیدونم کلی جر سقیل جور کنیم و اینا رو بیاریم. به نوکرمون میگون که چی؟ واقعا سلیمان حضرت آصف ابن برخیان نوکر حضرت سلیمان است. ببین چه دنیایی شده، یعنی هر چه دارد از حضرت سلیمان دارد، میگه که ما به این نوکرمون میگون. حضرت این بود تو جلسه گفتن چی میتونه بیاره؟ بیچاره افریتون من از جن خیلی برای خودش میاد، خب خیلی هم زوره. گفت آقا جلسه تموم نشده ما میاری. معلوم بود حضرت به دلشون نچسبید، بنابراین محلش نذاشتن. آصف ابن برخیا گفت آقا قبل ان یرتد الیک طرفک، نه راسته یه چشم به هم زدن، قبل یه چشم به هم زدن میاری. اینا میگن عزم. به حسین اینجوریست، اگه کسی وارد این عالمی شد که امیرالمومنین ما رو دعوت کنه، اصلا ما گرفتار نیستیم. اون چیزایی که باید از ما رفع بشه خیلی راحت با یه اراده رفع میشه. اون چیز گفت بعضیا پدرشون در میاد یه آینه رو صیقل میدن خودشون رو توش ببینن، بعضیا در خشت خام میبینن، در دل انگور می را دیدن. بعضیا بعضیا هنوز انگور می شده، هنوز هم مست هم هستن، نمیفهمن چیکار کرده. این که صاحب عزم بشیم اولین مسئله است که ما دغدغه این که کارهای کوچیک داره عمر ما را له میکنه را بشناسیم. بعد حضرت یه پیشنهاد میکنه، پیشنهاد حضرت خیلی قیمتی. میگه ببین، میگیریم تو سلیمان شدی، تمام انرژی ها جمع کردی. سلیمان که نیمد انرژی جمع کنه و نمیدونم زندگی خودش رو گرفتار کنه تا این سنگا رو برداره بذاره اون بالا، که اما میگیریم تو شخصا همه زندگی رو جمع کردی، همه انرژی رو جمع کردی به عنوان یه بشر عادی، خب فوقش همه امکانات سلیمان گیرد اومد. حالا چی؟ میگه جمله اینه، اگر بناس موندن تو دنیا شیرین باشه، باید برای سلیمان شیرین بود. و اگر بناس کسی راهی برای موندن و راهی برای دفع مرگ پیدا میکرد، باید سلیمان پیدا میکرد. ولی اینجور نیست، نه خدا همچی برنامه‌ای داره، نه سلیمان زورش میرسه، و نه زندگی تو شیرین تر از سلیمان خواهد شد. و بازم زندگی نیست، اگه زندگی بود خدا نمیگرف از سلیمان. همه اینا دقت بفرمایید، مگه نه اینکه جز زیبایی ها رو خدا انجام نمیده؟ اگر زیبایی در ماندن است، زیباترین ماندن سلیمان علیه السلام است. خدایی که زیبایی ها رو میخواه انجام بده، این ماندن سلیمان رو زیبا نمیدونه، وگرنه خدا جز اون چه که حق است رو محقق نمیکرد. خب میام سر خودمون. پس ما یه جنبندی تو شخصیتمون میکنیم به لطف الهی. ببینیم پس اصلا برنامه ماندن یه برنامه خیلی اصولی نیست. این که حل شد، پس برنامه بودن را برای ماندن تنظیم نمی کنیم. باور بفرمان، این اساتید ما دائم می فرماند، و از خدا برای خودم و خودتون می خوام که این ذکر قلب ما بشه، دائم برام فرمان هر مشکلی داری از این که ذکرت مرگ نیست،
دو تا علت هم داره دیگه، یا واقعا مرگ و زیبا نمیدونیم، یا زندگی رو خیلی ارزشمند میدونیم. یعنی اینا به اصطلاح میگن طرف مقابل هم دیگه، یه حقیقت هست. استادا میفرمان که هیچ چیزی برای راحت شدن از دنیا و برای نجات از هوس‌ها ذکر مرگ نیست. بزرگان، اونایی که سالها زحمت کشیدن، ذکر گفتن، خلوت داشتن، به ما میگن آقا این ذکر مرگ قوقا میکنید. اولین قوقا چیه؟ نمیذارید که وهم حکومت کنه. شما خودتون ببینید، انه اون وقتی که مثلا طرف دارد این ساختمانو میسازه، شما همه میدونین که اینقدر خال و میخچه گذاشتن به این ساختمان بی خودست، وهمی است، دیوونه است. اما چرا اینقدر در شعفه است؟ برای که وهم گرفته است. حالا یه وقت اگه قلبش یه مرتبه بیدار بشه که خب ما که میذاریم و میریم، آقا هر میریزه پمی، آقا بس همین ستونش بسه است که تاق رو سرمون نیا. یعنی قوقا میکنه، یعنی نمیذاره دوغ راست بشه. که میگن ذکر مود برای خوب زندگی کردن است. خود الحمدلله بحثا یه نهج البلاغه خیلی خوبه. پیشنهاد میکنم اگه عزیزان فرصت دارن اون خطبه 83 رو که حضرت اونجا خیلی عالی بحث مرگ رو میکنن، همینجا بحث شد، نمیدونم حالا چند جلسه شد، اونجا حضرت کمک میکنن. ما اینجا نمیخوایم بحث مرگ رو بکنیم، میخوایم نقشی که حضرت اینجا قائلن برای تقوا مشخص کنیم، که عامل تقوا این است که توجه کنیم که ماندنی نیستیم. حالا اگه ماندنی نباشیم، دنیا نمیتونه دلو بگیره. دنیا که دلو نگیره، خدا جاشو پر میکنه. میگه خدا همه جایی نیست، دل خدا رو بیرون کرده است. چی باید شده؟ بقای مجازی دنیایی. راهی چیه؟ راهش نیست که بگی به دلت که اگه موندنم موندن بود، موندن سلیمان موندن بود، اونا که نداریم، اونم که اینا نخواست، خدا هم برای سلیمان نخواست، چه موندنیست؟ این شما را از زندگی ساقط نمی کنه. از زندگی که ساقطتون می کنه نجاتتون میده. از توهم گنج را گم کرده ای، آنچه را گنجش توهم کرده ای، نه؟ نیست داره ما میخوانم گنج دیگه. آنچه را گنجش توهم کرده ای، از توهم گنج را گم کرده ای. گنج یه چیز دیگه بوده است. این توهم چطوری میمیره؟ این که بفهمیم ماندنی نیستیم. ممکنه است هممون بدونیم نه، همین نماز امروز دم مغرب عشا که خوندیم، چقدر با احساس این که ماندنی نیستیم این نماز خوندیم، این حضور، این اندیشه و این حال و احوال همه مونو نجات میده. پس حضرت فرمودن که ببین جمله را، حالا با این مقدمه که گفتم اگه حوصله داشتم خودم و شما دوباره میخوندیم، خیلی حرف هست. یعنی ما قصه که میگو امیرالمومنین رو جملاتشون حساب با کردن. میفرماد که آیا سلیمان وسیله برای موندن خودش انتخاب کرد یا نکرد؟ میبینی که نکرد. ولا ان احدا یجد الى البقاء سلما اول دفع الموت سبیلا لکان ذلک سلیمان ابن داوود علیه السلام. خب سلیمان یک شعور بلند داره، اصلا راهی برای ماندن و مسیری برای دفع مرگ انتخاب نکرد با این همه زندگی زیبایی که داشت. زندگی مگه زیباییش به این نیست که هم رفاه باشد هم صفای معنوی؟ ولی اون اصلا نگاه نکرد به این زندگی در به منوان بستر ماندن. بعد میگه خب مرحمینم خدا هم این شعور رو به همه بشریت باید بده. بشر اگه ندارد بینه چرا نداره؟ بعد میفرماد که تو این نوع زندگی ندیگه، وقتی محور سیکل منحنی موندنش تمام شد خب رفت. این دو تا جمله که میفرماد فلم استفا تومتبو، وقتی اون روزی مقدرش تمام شد، استفا کرد، گرفت و استکمل مدته، اون مدتش هم خوب طی کرد. خدا رمت و قسی یلفنا، قسی یعنی همون چله، خدا زد چل کمان چله را چیق تیر مرگ را توش، یعنی خلاصه تیر مرگ را گذاشت توش، زد به حضرت سلیمان علیه السلام.
قرارش است. و بعدم تصور، یعنی شما واقعا تصور این که خانه های من و شما بعدا خالیس از ما، یک تصور منطقی زیبا باید ببینیم یا اصلا جرأت نکنیم تصور کنیم؟ چرا نکنیم؟ قشنگ باید ببینیم فرش، بعد فرج منه، بعد من روش میذارم مرده، میمیرم، میرن خاکم میکنن، این خونم بعد از من خانه من مرده است. این که نشاط زندگی را نمیگیره، مگه میشه میل شما هیچ وقت از بین نمیره؟ میل شما گاهی بر شما بیجا میشوره. بعضیا نه مرگ درست نمیفهمن، فکر میکنن واقعا این که مثلا بنده مثلا تصور کنم من رو این فرشی که خریدم قشنگ بعد میخوابونندم مرده، ما میبرن خاک میکنن، مثلا الان میگم وای حالا من مردم، یعنی من یه ذره چیزی میشه؟ نه والا، هم حالا کیفش میکنم که خب این فرش فعلا داریم که رو خاکا نمیشینیم، بعدم همینم کیفش میکنم که رو همین میخوابیم میمیریم. این که مرگا نمیفهمیم اصلا حاضر نیستیم تصور کنیم، نه هر بجا نزن که تو رو این فرش میبینی. خب این بده، بگیرم اصل قضیه کجاش بده؟ اصل قضیه پس از مرگ فرار کردن وهمه. و من نظرم از که اگه درست مرگ رو مزمزه کنیم، چون مرگ رو مزمزه میکنیم، کل نفسن زائقت الموت، زائقه یعنی همون مزمزه کردن، مرگ رو مزمزه کنیم اصلا نه ترسی نه وحشتی، فقط یک استاد بزرگیست که دائم نمیذاره ما کج و کوله بشیم. پس اینم از ذهنای مسلمان بیرونه که آقا حرف مرگ رو نزنیم. کدوم حرف مرگ؟ نه اون مرگ وهمی. امیرالمومنین اینجوری که حرف نمیزنن، میفرمان نه نگاه کن سلیمان مرد، خانه هاش ازش خالی شد و بعدم اومدن زندگیش رو قسط کردن، ورثه بردن. یعنی بده یا خوبه؟ چه ربطی داره به بدی؟ خب یه چیز طبیعیست، شما اینو درست ببین. این جمله بسیار جمله خوبی از گاهی هم میگن، میگن آقا ضرر به وارث میخوره، باری چند و این مثلا دیگه میگن به طرف که آقا نکنید این کار ضرر داره، میگه نه ضرر به وارث میخوره، باری کلا. یعنی اون چه که من میخوام برام هست، اون چه که ضرر میخوره به اوناست که میخوام بردارن، به من که ضرر نمیخوره. تعبیر ضرر به وارث میخوره یه شعور خوبی توش خوابیده. میگم آقا مثلا حالا ارزونم خیلی نده، ضرر میکنی، میگه نه ضرر به وارث میخوره. یعنی اونقدر که من باش زندگی کنم از این کاسبی گیرم میاد. چی ضرر میکنه؟ اون که برای اونا مونه خب بخوره، ضرر به وارث بخوره ده منش. یعنی برای همین جرأت میکنه که بیش از قیمت به طرف تحمیل نکنه. این روحیه ای که میگه ضرر به وارث میخوره، یعنی میخواد دنیای خودش رو لجنمال نکنه. حضرت هم همینو میفرماد خب برای ورثمون زندگی نهایتا مثل سلیمان علیه السلام است، اینه نتیجهش دیگه. و میفرمان که جنبندی کنیم، حیفه که جنبندیمون الان تو یه سری یاد داشتم کردیم. بعد میفرمان خب نگاه کن به دوره ور خودت، عین الامالقه و ابناء الامالقه. اون امالقه میگن اینقدر گنده بودند و دروش بودند که کسی نمیشد باشون به جنگه، بزرگ بودند هیکلش. حالا نه اونجور که بنی اسرائیل قلوف میکنه، ولی بالاخره معلوم است، بالاخره ملت بنی اسرائیل شجاع مبارز اونقدر جرأت نکردن که باشون با امالقه بجنگن. درسته که یه ضعف ایمان داشتن که اون جرأت نکردن، ولی بالاخره امالقه اونقدر بزرگ بودن که به حضرت موسی گفتن چی؟ ها هنا قائد، ما میشینیم تو با خدا بری با اینا بجنگید، ما زورمون نمیرسه. دو طرف قضیه را میخوام عرض کنم. عین الفرائنه، فرائنه هنوز که هنوز است که من و شما اینجا نشستیم، کوچکترین اهرام مصر رو 7 سال ژاپن اومد بسازه، نتونست مثلش بسازه، کشتیاش هم غرق شد رفت ژاپن. خب دیگه از این محکمتر هم میدونید ما نمیدونیم. من واقعا منم رشتم زمین شناسی، احدی امروز نمیدونید این سنگا چطوری رو جابجا کردن، یه چیز عجیب و غریبی است. عین اصحاب و مدائن الرس الذین قتلوا النبیین، اصحاب قرص رو فرمودن اون قوم سمود، جواب و سخر بلواد، کوها رو میکندن شهر میکندن، میگه کشون پیغمبرشون هم کشتن، پشت به معنویت هم کردن کشون. و اطفع و سنن المرسلین و احیا و سنن الجباری، میگه کو گردن کلفتان دنیا با اون قدرتشون که روح معنویت رو بهش پشت کردن و همه چیزشون هم از دست دادن، هم ثمره زندگی رو از دست دادن، همون قدرتشون رو، دنیا رو برای این خلق کرده بودن که براشون چه تقوا پیشه کنن، جای خدا رو در جانشون باز کنن، نکردن.
خودشون هم که رفتن، هم قدرتی که بهش تکیه کردن رفت، هم خدایی که بنا بود در قلب اینا باشد نتونستن گیر بیارن. نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.